به نام خداوند بخشنده مهربان. برخی از نشانه های بزرگی در شریعت اسلامی تحمل و سهلگیری است. ستایش مخصوصی ذات خداوند است که پروردگار همه جهانیان است. همان خدایی که در قرآن کریم خود چنین می فرماید: یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ترجمه: الله برای شما آسانی می خواهد و برای شما دشواری نمی خواهد. و گواهی می دهم که نیست معبود برحق جز الله واحد ولا شریک، و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. در حدیثی چنین می فرماید: من با دین حنیف با تحمل و آسان فرستاده شدم. بدون تردید مظاهر و نشانه های عظمت و بزرگی شریعت اسلامی به حد زیاد است که نمی شود همه آن را بشمارد، و بزرگترین و زیباترین چیزی که شریعت اسلامی را از دیگر نظام های متمایز می سازد گذشت، تحمل و آسانی آن در عالی ترین مفاهیم آن می باشد. پس در آن حرج و مشقت و سختی را نمی بینیم، و این مبدأ را سختگیری برخی از تندروانی که خود را به اسلام منسوب می سازند از بین نمی برد، چون اینها کسانی هستند که فکر می کنند سختگیری از باب احتیاط در دین است. پس بر مردم دروازه های تندروی را می گشایند و بسیاری از مردم را زیر نام التزام و پابندی به دین و اخذ به احتیاط در راه های افرادگرایی سوق می دهند. به سرحدی که تندروی صحنه رقابت در میان آنها می گردد و زبان حالشان می گوید کسی که بیشتر تندروی کند بیشتر دیندار و خدا ترس می باشد. باید دانسته شود که این اندیشهشان بر نادانی و جهالتشان از بزرگی و تحمل و آسانی این دین دلالت می کند، چنانچه خداوند متعال می فرماید: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. ترجمة آن زیر می باشد: و در دین برای شما هیچ سختی قرار نداد، همان آیین پدرتان ابراهیم است. او الله پیش از این در کتب آسمانی و در این قرآن نیز شما را مسلمان نامید تا پیامبر گواه بر شما باشد و شما گواهان بر مردم باشید. و پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: همانا دین سهل و آسان است، هیچ کسی با دین درگیر نمی شود مگر که دین او را مغلوب می سازد. پس استوار باشید و تقرب حاصل نمایید و بشارت دهید و در فردا و شمگا و پاسی از شب از خداوند کمک بخواهید، و خداوند به حضرت سفیان ثوری رحمه الله خیر کثیر نصیب نماید، طوری که می فرماید: همانا علم در نزد ما رخصت از ثقه است، اما تندروی را هر کس نیک می داند. در واقع سماحت و تحمل در شریعت اسلامی سخن نیست که تنها به زبان گفته شود یا شعار نیست که بلند گردد، بلکه آن منهج الهی و یکی از مبادی اساسی می باشد که خداوند متعال توسط آن با بندگان خود تعامل می کند و با آنها دستور می دهد تا در میانشان طبق آن رفتار نمایند، طوری که خداوند متعال می فرماید که ترجمه آن زیر می باشد: خداوند متعال هیچ کسی را ما فوق طاقتش مکلف نمی گرداند. و در آیات دیگری نیز می فرماید: خداوند برای شما آسانی می خواهد و برای شما سختی و دشواری نمی خواهد. در جای دیگری همچنان می فرماید: خداوند می خواهد تا بار شما را سبک نماید، و چون انسان ضعیف و ناتوان آفریده شده است. و در امیدوار کننده ترین آیات قرآن کریم خداوند متعال دروازه امید و عفو و مهربانی را برای بندگان خود می گشاید. می فرماید که ترجمه آن زیر می باشد: ای پیامبر از جانب من بگو، ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده اید، از رحمت الله ناامید نشوید، همانا الله همه گناهان را می بخشد، یقینا او بسیار آمرزنده مهربان است. همچنین در جای دیگری می فرماید: و پروردگارت آمرزنده و صاحب رحمت می باشد. ابی هریره رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت می کند که فرمود: براستی وقتی خداوند متعال مخلوقاتش را که آفرید بالای عرش خود نوشت، همانا رحمت من پیش از غضبم می باشد. و خداوند متعال در حدیث قدسی می فرماید:
ای فرزند آدم، اگر تو از من بخواهی و دعا نمایی بدون باک، همه گناهانی که نزد تو است را میبخشم. ای فرزندان آدم، اگر گناهانتان به آسمان هم برسد، سپس از من مغفرت بخواهید بدون باک، همه گناهان شما را میبخشم. ای فرزند آدم، اگر تو وقت مرا با گناهان با اندازه زمین ملاقات نمایی و سپس با من در حال ملاقات نمایی که با من چیزی را شرک نی آورده باشی، هر آینه من تو را با بخششی با اندازه زمین ملاقات میکنم. همچنین خداوند متعال در بسیار جاهای کتاب کریم خود بندگان خود را به گذشت و تسامح و تحمل دستور داده است، چنانچه می فرماید که ترجمه آن زیر می باشد: ای پیامبر، گذشت را پیشه کن و به نیکی فرمان ده و از نادانان روی بگردان. و در آیت دیگری می فرماید که ترجمه آن زیر می باشد: و هرگز نیکی و بدی یکسان نیست، همیشه به نیکوترین شیوه پاسخ ده. پس ناگاه میبینی همان کس که میان تو و او دشمنی است، گویا دوستی صمیمی است. و اما جز کسانی که شکیبا باشند، آن را نپذیرند، و جز دارنده بهره بزرگی از ایمان و اخلاق آن را نپذیرد. و در جای دیگری چنین میفرماید: آنها باید عفو کنند و چشم بپوشند. آیا دوست نمیدارد که الله شما را ببخشد؟ و الله جل جلاله آمرزنده مهربان است. بدون شک کسی که پیرامون سیرات و اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم تفکر و تدبر نماید، به یقین میداند که پیامبر صلی الله علیه و سلم در همپذیری و سهلگیری بهترین قدوه و الگو برای امت خود و برای همه بشریت بوده است. در این زمینه مادر مؤمنان حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها میفرماید: هرگاه پیامبر صلی الله علیه و سلم میان دو کار یا امر اختیار داده میشد، همیشه آسانتری آن را انتخاب میکرد. اگر در آن گناهی نمی بود، ولی اگر در آن گناهی می بود، بس دورترین مردم از آن بود. و هیچگاه پیامبر صلی الله علیه و سلم برای خود انتقام نمی گرفت، مگر که حرمت الهی زیر پا می شد، پس به خاطر آن از برای خدا انتقام می گرفت. و بهتر از با برخی از نمونه های سیرتی او صلی الله علیه و سلم پیرامون دعوتی به سوی خداوند متعال با حکمت و پند نیکو داشته باشیم. از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که فرمود: روزی من نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم بودم، پس مردی نزد او آمد و گفت: ای رسول خدا، من کاری کردم که باید بر من حد جاری شود، پس آن را بر من تطبیق کن. انس میگوید پیامبر صلی الله علیه و سلم از او نپرسید که چه کاری را مرتکب شده است. وقت نماز در رسید، پس آن شخص با پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز ادا نمود. زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز را تمام کرد، آن مرد برخاست و گفت: ای رسول خدا، من کاری کردم که باید بر من حد تطبیق شود، پس کتاب خداوند را بر من تطبیق نما. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: آیا تو با ما نماز نخواندی؟ آن مرد گفت: بله. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: همانا خداوند متعال گناهت را بخشید. و از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که فرمود: مردی بادیه نشینی برخاست و در مسجد ادرار نمود، پس مردم خواستند او را بازدارند. پیامبر صلی الله علیه و سلم با آنها گفت: او را بگذارید و بر بول او سطلی یا ظرفی از آب را بیاندازید، چون شما سهلگیران فرستاده شده اید، نه سهلگیر و تون رو. و حضرت عایشه رضی الله عنها می فرماید: کوده که بر لباس پیامبر صلی الله علیه و سلم بول نمود، پس پیامبر صلی الله علیه و سلم آب خواست و بر آن انداخت. و از حضرت معاویه رضی الله عنه روایت که فرمود: روزی من با رسول خدا صلی الله علیه و سلم نماز می خواندم، ناگهان مردی از حاضرین عطسه زد و من به او یرحمکم الله گفتم، پس مردم حاضر در نماز مرا با چشمانشان تیرباران کردند، پس من برایشان گفتم: مادرتان به غم شما بگیرید، چرا به سوی من چنین می بینید؟ پس با دستانشان بر رانهایشان می کوبیدند و می خواستن مرا خاموش سازند، پس من خاموش شدم. پس زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم نمازش را تمام کرد، پدر و مادرم فدایش، هیچ معلمی را با چنین اخلاق نگذشته دیده بودم و نه بعد از او. پس مرا به خوبترین صورت تعلیم داد و سوگند به الله، نه به من قهر شد و نه مرا زد و نه دشنام و توهینم کرد، بلکه فرمود: همانا این نماز عبادتی است که در آن هیچ چیزی از سخن مردم جای ندارد، بلکه آن تسبیح، تکبیر و تلاوت قرآن کریم است. بدون تردید، اگر ما به صورت دقیق بر کتاب پروردگار ما و حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم نظر بیاندازیم، حتما در آنها انواع از تحمل و گذشت و آسانی و نرمگیری با مردم را در میابیم که همه انواع تندروی و افرادگرایی و خشونت را از بین میبرد، که اکنون همه جهان از آن رنج میبرند.
پس در بخش عقیده در میاییم که اسلام هیچ کسی را مجبور بر پذیرفتن این دین نکرده است، بلکه آزادی عقیده را برای همگان تضمین نموده است، طوری که خداوند متعال می فرماید در قبول دین هیچ اجباری نیست. براستی که راه راست و هدایت از راه انحراف و گمراهی روشن شده است. و در بخش عبادت پیامبر صلی الله علیه و آله بر سهلگیری و آسانی و دوری از تندروی دعوت نموده می فرماید همانا برخی از شما کسانی هستند که مردم را از دین متنفر می سازند، پس کسی که در نماز به مردم امامت می کرد پس باید نماز را از صبح گیرد، چون در میان آنها بیمار ناتوان و نیازمند وجود دارد. و زمانی که برخی مردم از حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه شکایت نمودند که نماز را بر آنان دراز ادا می کند، پیامبر صلی الله علیه و آله معلمانه به او گفت ای معاذ، سه بار گفت آیا تو فتنه انگیز هستی؟ در نمازت و شمس و دوحاها و سبح اسم ربک الاعلا و امثال آن را تلاوت کن. و در روایت دیگری چنین ذکر شده است، چون در پشت محاسن سفیدان ناتوانان و نیازمندان نماز می خوانند. و از حضرت انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که فرمود پیامبر صلی الله علیه و سلم وارد مسجد شد، دید که رسمان میان دو دیوار تناب کشیده شده است، پس پرسید این رسمان برای چی است؟ گفتن این رسمان از زینب است، هرگاه خسته شود با آن تکیه می نماید. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود نه خیر، این را بگشایید، یکی از شما تا حد نماز ادا نماید که می تواند فعالیت انجام بدهد، پس وقتی خسته شد بنشیند. و جابر رضی الله عنه می گوید روزی در سفر برآمدیم، پس یکی از ما را سنگی اصابت کرد و سر او را زخمی ساخت، سپس او احتلام شد. پس از یاران سفر خود پرسید که آیا برای من اجازه است تا تیمم نمایم؟ گفتن فکر نمی کنم برای تو اجازه تیمم بوده باشد، در حالی که تو توانایی استخدام آب را داری. پس او با آب غسل کرد و بمرد. پس زمانی که نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدیم، او صلی الله علیه و سلم از این واقعه با خبر شد، فرمود او را کشتن، خداوند اینها را بکشد. وقتی نمی داند چرا نمی پرسند؟ چون شفای درد دانانی پرسیدن است. مر او را کافی بود این در نخست تیمم می کرد، سپس بر زخم خود قطعه کالای را می بست و سپس مکان زخم را مسح نمی نمود. همه جای روی زمین برای من مسجد و پاک قرار داده شده است، پس وقتی یکی از امتم را وقت نماز در رسید پس باید در هر جای باشد نماز خود را ادا نماید. در واقع پیامبر صلی الله علیه و آله تحمل و گذشت برای ما به طور عملی بیان نموده است، پس صورت روشنی از اسلام قرار گرفته و بزرگی اسلام گواهی می دهد. می بینید که پیامبر صلی الله علیه و آله در باره نماز که بزرگترین شاعر دین است چنین می فرماید من وقتی داخل نماز می شوم می خواهم نمازم را در راز نمایم، ولی وقتی صدای گریه طفل را می شنوم پس نماز را کوتاه و سبک ادا می کنیم. و در بخش معاملات شریعت اسلامی بر تحمل و سهلگیری و رفع حرج و سختی میان مردم در خرید و فروششان تشویق می کند، چنانچه خداوند متعال می فرماید که ترجمه آن زیر می باشد ای کسانی که ایمان آورده اید اموال یکدیگر را به باطل و از راهای نامشروع نخورید، مگر این که تجارت با رضایت شما انجام گرفته باشد و خودتان را نکشید، زیرا الله نسبت به شما مهربان است. و در آیات دیگری می فرماید و اگر بدهکار تنگ دوست بوده بس تا هنگام گشایش و توانایی مهلت دهید، و اگر توانایی پرداخت ندارد بخشیدن آن برای شما بهتر است اگر بدانید. و پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید خداوند مرد با تحمل و گذشت در خرید و فروش و مطالبه دینش را مورد رحمت خود قرار می دهد. و پیامبر صلی الله علیه و آله خبر می دهد که سماحت و گذشت در معاملات یکی از اسباب نجات انسان در آخرت می باشد، چون می فرماید مردی به سبب سماحتش در داد و ست وارد بهش گردید. و در حدیث دیگری می گوید مردی از ملتهای پیش از شما محاسبه شد پس هیچ عمل نیکی نداشت جز این که او مرد سروردمندی بود و همیشه با مردم تعامل می کرد، پس بردگان خود را امر می کرد تا کسانی که چیزی ندارند را معاف نماید. می فرماید خداوند گفت ما در این امر از او بهتر هستیم، پس او را معاف نماید. و در حدیث دیگری حالی که برخی از حالات روز قیامت را بیان می کند چنین می فرماید خداوند متعال می گوید به طرف آتش دوزخ بنگیرید، آیا کسی را می بینید که کاری نیکی انجام داده باشد؟ می گوید پس در داخل آتش مردی را در می آبند و به او می گویند آیا هیچ کار نیکی انجام نداده ای؟ می گوید نه خیر، جز این که در دنیا در داد و ستد مردم را عفو می کردم. پس خداوند متعال به فرشتگان می گوید این بنده مرا عفو کنید، همان طوری که او دیگر بندگانم را عفو می نمود.
ستایش مخصوص ذات خداوندی است که پروردگار جهانی آن است. گواهی می دهم بر این که نیست معبودی برحق جز خداوند یکتا و بی همتا، و گواهی می دهم بر این که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. برادران مسلمان، در واقع مبدا سماحت و گذشت در اسلام مخصوص میان برخی مسلمانان با برخی دیگرشان نیست، بلکه آن منهج عمومی زندگی است که شامل همه مردم می شود. خداوند متعال بندگان مسلمان خود را دستور می دهد تا با همه مردم رفتار و اخلاق نیک نماید، با مردم سخن نیک بگوید. همچنین خداوند متعال می فرماید: الله شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در امر دین با شما نجنگیدند و شما را از دیارتان بیرون نکردند نهی نمی کند. بیگمان الله عدالت پیشگان را دوست دارد. و حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما وقتی حیوان را ذبح می کرد به پسرش می گفت: آیا به همسایه یهودی ما از گوشت آن هدیه دادی؟ آیا از گوشت آن به همسایه یهودی ما هدیه دادی؟ من از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که می فرمود: همیشه حضرت جبریل امین مرا پیرامون همسایه توصیه می کرد، حتی که فکر کردم شاید میراث ببرد. و برخی از اشکال سماحت و گذشت سماحت نفس به معنای سخاوت مندی و نفقه کردن برای همه مردم می باشد. امام شافعی رحمه الله می فرماید: به سخاوت مندی پناه ببر، چون طوری که گفته شده سخاوت هم عیوب را می پوشاند. هیچگاه دشمنان را ذلیل مپندار، چون تمسخر به دشمنان بلا است. و سماحت را از بخیل امید مبر، چون در آتش برای تشنه آبی نیست. بار خدایا برای ما درک درست دین ما را نصیب بگردان و ما را هدایت کن، و توسط ما دیگران را نیز هدایت کن و ما را سبب هدایتی دیگران بگردان.